به نام خدا. با سلام خدمت شما همراهان عزیز فرادرس، محمود خاوریان هستم، مدرس دوره آموزشی ساخت بازی سه‌بعدی تیراندازی اول شخص در آنریل انجین. در ابتدای دوره اون رو معرفی میکنم. ابتدا از نرم افزار آنریل انجین شروع میکنم و توضیحاتی درباره اون ارائه میدم. آنریل انجین یک موتور بازیسازی توسعه داده شده توسط اپیک گیمز که ابتدا در سال 1998 برای ساخت بازی تیرانداز اول شخص یا First Person Shooter به کار گرفته شد. ویژگی خیلی مهم این موتور بازیسازی اینه که بدون حتی یک خط کد نویسی هم میشه شروع به ساخت بازی کرد. هرچند این امکان برای برنامه نویسان و علاقه‌مندان به زبان C++ در نظر گرفته شده تا توسط این زبان برنامه نویسی محبوب بازی های خودشون رو کد نویسی کنند. حالا بازی دوره رو معرفی میکنم. در این دوره به صورت پروژه محور نحوه ساخت یک بازی تیرانداز اول شخص آموزش داده میشه. در این راه بدون نیاز به کد نویسی بلوک‌هایی از کد موسوم به نود یا گره که در فایل‌هایی به نام بلوپرینت مورد استفاده قرار میگیرند رو به کار میگیریم و با متصل کردن اونها منطق بازی رو ایجاد میکنیم. در این بازی از یک الگوی اول شخص آماده آنریل انجین استفاده کرده و ویژگی هایی رو به اون اضافه می کنیم. در اسلاید بعد که سرفصل دوره رو توضیح میدم بیشتر با این بازی آشنا میشید و نرم افزار مورد استفاده و نسخه اون رو توضیح میدم. همونطور که از نام دوره مشخصه و تا اینجا هم متوجه شدید برای ساخت این بازی از نرم افزار یا موتور بازیسازی آنریل انجین استفاده می کنیم. نسخه از نرم افزار که در این دوره من از اون استفاده می کنم نسخه 4.24.1. و حالا سرفصل دوره. در درس یکم که عنوانش است تعامل با اشیا با استفاده از بلوپرینت ها شروع به ساخت یک پروژه کرده و سپس یک شیء استوانه‌ای به اون اضافه می کنیم. در این درس با شروع ساخت بلوپرینت کاری می کنیم که در صورت برخورد کردن گلوله و استوانه رنگ اون تغییر کنه. در پایان منطق این بلوپرینت رو تغییر میدیم تا استوانه دارای یک حرکت رفت و برگشتی شده و هدف قرار دادن اون تبدیل به یک چالش واسه بازیکن بشه. در درس دوم یعنی توسعه دادن توانایی های بازیکن ویژگی دویدن رو به شخصیت بازی اضافه کرده و همچنین توانایی زوم کردن نمای بازی با استفاده از یک کلید رو به بازیکن میدیم. افزایش دادن سرعت گلوله از بین بردن استوانه های هدف در صورت برخورد کردن گلوله به اونها و اضافه کردن جلوه صوتی هنگام از بین رفتن استوانه های هدف از اعمال مهمیه که در ادامه این فصل انجام خواهیم داد. در درس سوم که عنوانش هست ایجاد عناصر UI یا رابط کاربری بازی، اطلاعات بازی مثل تعداد مهمات بازیکن، تعداد اهداف از بین رفته، نوار جون و نوار استقامت رو در صفحه بازی نمایش میدیم. در درس چهارم یعنی ایجاد محدودیت ها و اهداف بازی، اعمال شخصیت بازیکن رو محدود میکنیم به این صورت که به طور مداوم نتونه در صحنه بازی عمل دویدن رو انجام بده. همچنین در صورتی که مهمات اسلحه تموم بشه مانع از تیراندازی بازیکن خواهیم شد. و ایجاد بالانس یا توازن در بازی چند شیء جمع کردنی یا پیکاب روی صحنه بازی قرار میدیم تا در صورت برخورد کردن بازیکن با اونها تعداد مهمات اسلحه‌اش افزایش پیدا کنه. در ادامه این درس شرط برنده شدن رو به بازی اضافه میکنیم تا بازیکن در صورتی برنده بازی بشه که بتونه تعداد مشخصی از استوانه‌های هدف رو از بین ببره. در درس پنجم که عنوانش است ساخت دشمنان متحرک با AI یا هوش مصنوعی، برای واقعی تر شدن بازی یک شخصیت دشمن انسانی رو از مارکتپلیس شرکت اپیک گیمز به طور رایگان دریافت کرده و به بازی اضافه می‌کنیم. در ادامه برای این شخصیت مسیر حرکتی در نظر می‌گیریم تا حرکت خودش رو روی این مسیر انجام بده. تعلیم دادن هوش مصنوعی دشمن برای تعقیب کردن بازیکن و دادن حس بینایی به اون از جمله اعمالیه که در این درس انجام میشن تا در صورتی که دشمن شخصیت بازیکن رو ببینه او رو تعقیب کنه. در درس ششم یعنی توسعه دادن هوش مصنوعی دشمنان کاری میکنیم که دشمن بتونه حمله کنه طوری که از جون بازیکن کم بشه. همچنین توانایی شنیدن صدای دویدن بازیکن و صدای شلیک کردن اسلحه رو به شخصیت دشمن اضافه می‌کنیم تا چالش بازی بیشتر بشه. برای ایجاد توازن در بازی هم کاری می‌کنیم که بازیکن بتونه دشمن‌های انسانی رو از بین ببره. برای چالشی تر کردن بازی کاری می‌کنیم که همزمان با اجرای بازی دشمن‌های بیشتری به اون اضافه بشن و هر کدوم در مسیری تصادفی شروع به حرکت کردن کنن. در درس 8 که عنوانش هست اداره کردن وضعیت بازنده شدن بازیکن، خیلی ساده اعمال لازم برای تشخیص بازنده شدن بازیکن رو انجام میدیم تا در صورتی که جون بازیکن تموم شد بازنده بازی بشه و برای این منظور منوی حاوی گزینه‌های ریست کردن بازی و خروج از اون رو نمایش میدیم. و در درس پایان یعنی انتشار بازی تنظیمات گرافیکی بازی رو مرور میکنیم و به طور خلاصه با روش ایجاد پکیج قابل اجرا از بازی با سه پلتفرم ویندوز آشنا میشید. خب دوستان، توضیحات من به پایان رسید. حالا به سراغ نرم افزار Unreal Engine میریم تا شروع به ساخت پروژه کنیم. واسه اجرا کردن نرم افزار Unreal Engine پس از این که اون رو نصب کردید در منوی استارت کلمه اپیک رو جستجو کنید و این اپلیکیشن رو انتخاب کنید. در این پنجره روی دکمه لانچ کلیک میکنم. در صفحه‌ای که ظاهر میشه در این قسمت پروژه های اخیراً کار شده نمایش داده میشه. برای ایجاد یک بازی جدید این گزینه رو انتخاب میکنم و روی دکمه نکست کلیک میکنم. حالا باید تمپلیت یا الگوی بازی رو انتخاب کنیم. در این دوره قصد داریم یک بازی اول شخص ایجاد کنیم. بنابراین الگوی First Person رو انتخاب می کنم. در این قسمت هم توضیحاتی درباره این نوع بازی داده شده که میگه این الگو دارای یک شخصیت بازیکنه که توسط یک جفت بازو نشون داده میشه و از نمای شخص اول دیده میشه. شخصیت بازی میتونه با استفاده از صفحه کلید کنترلر یا جویستیک به اطراف حرکت کنه، با استفاده از موس یا کنترلر یا جویستیک به اطراف نگاه کنه و همچنین به یک اسلحه مجهز شده که با استفاده از ورودی هایی که گفتم میتونه گلوله های کروی ساده ای رو شلیک کنه که روی اشیاء فیزیکی درون صحنه بازی اثر بذاره در حالی که با برخورد به دیوارها برگرده. روی دکمه نکست کلیک میکنم. در این صفحه گزینه بلوپرینت به طور پیش‌فرض انتخاب شده که اگر روی اون کلیک کنیم میتونیم گزینه C++ رو انتخاب کنیم. ساخت یک بازی از طریق گزینه پیش‌فرض یعنی بلوپرینت پروژه ما رو با یک مجموعه پایه از رفتارهای ساخته شده توسط بلوپرینت شروع میکنه. گزینه C++ برای ایجاد پروژه‌ای استفاده میشه که در اون انتظار میره حداقل بعضی از انواع رفتار بازی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی C++ ساخته بشه. به این دلیل که ما خیلی سریع میخوایم یک نمونه اولیه تیرانداز اول شخص داشته باشیم و بتونیم بدون نیاز به ساختن کنترل‌های پایه شروع به دویدن کنیم، گزینه پیش‌فرض یعنی بلوپرینت رو قبول میکنیم. توسط این گزینه میتونیم پلتفرم هدف رو مشخص کنیم که دارای دو مقداره، یعنی کامپیوترهای دسکتاپ یا رومیزی و موبایل ها یا تبلت ها. در اینجا هم گزینه پیش‌فرض رو قبول میکنیم. جنبه های کارایی پروژه رو توسط این گزینه میتونیم مشخص کنیم. همون مقدار پیش‌فرض یعنی بالاترین کیفیت رو قبول میکنم. توسط این گزینه هم میتونیم مشخص کنیم که میخوایم پروژه خودمون رو با محتوای پایه یا بدون اون شروع کنیم. مقدار پیش‌فرض این گزینه رو هم تغییر نمیدم تا بازی دارای محتوای اولیه باشه. این گزینه هم نشون میده که به طور پیش‌فرض فناوری ری تریسینگ غیر فعاله. به طور خلاصه اگه بخوام بگم ری تریسینگ یا رهگیری پرتو یک روش نوین و بسیار پیشرفته برای رندر کردن سایه‌ها، نورپردازی و بازتاب‌های درون یک صحنه است. مزیتی که این روش داره اینه که میتونه به خلق گرافیک واقع‌گرایانه و باورپذیر منجر بشه. از طرف دیگه مشکل بزرگی هم که داره اینه که به محاسبات پردازشی سنگین نیاز داره. مقدار پیش‌فرض این گزینه رو هم تغییر نمیدم. در زیر این گزینه ها دو کادر برای تنظیم کردن مسیر و نام پروژه وجود داره. در اینجا من نام پروژه رو با این عبارت تنظیم می کنم. مسیر ذخیره سازی اون رو هم تنظیم میکنم. حالا که الگوی بازی رو انتخاب کرده و تنظیمات پروژه رو انجام دادیم، میتونیم پروژه رو ایجاد کنیم. برای این کار روی دکمه سبز رنگ Create Project کلیک میکنم. پس از اینکه Unreal Engine کار ساخت موجودیت ها و اعمال کردن تنظیمات پروژه رو انجام داد، لول ادیتور رو باز میکنه، جایی که توسط اون شما میتونید صحنه بازی رو ایجاد کرده و ببینید، اشیا رو قرار بدید، تغییر بدید و هنگام ایجاد تغییرات در بازی اونها رو تست کنید. کلیک کردن روی دکمه پلی واقع در نوار ابزار بالای محیط نرم افزار به شما امکان میده بازی پیش‌فرضی که با الگوی First Person همراه شده رو امتحان کنید. این بازی شامل حرکات بازیکن، شلیک کردن گلوله با استفاده از دکمه سمت چپ ماوس و استفاده از گلوله ها برای اعمال کردن نیرو به جعبه های روی صحنه است. در حالت اجرا به جای دکمه پلی، دکمه های پاوز و استاپ دیده میشن. برای اینکه مکان نمای موس رو از صحنه بازی خارج کنیم تا بتونیم روی این دکمه ها کلیک کنیم، کلیدهای شیفت و F1 از صفحه رو به طور همزمان فشار میدم. با کلیک کردن روی دکمه پاوز به طور موقتی اجرای بازی متوقف میشه و هنگامی مفیده که بخواید خصوصیات یک عمل یا شیء بازی رو مرور کنید. کلیک کردن روی دکمه استاپ هم باعث اتمام اجرای بازی میشه و شما رو به حالت ویرایشی برمیگردونه. در این قسمت یک شیء استوانه‌ای به عنوان هدف بازی به صحنه اضافه میکنیم. پنل مرکزی که در لول ادیتور میبینید به عنوان 3D Viewport یا نمای سه‌بعدی شناخته میشه. این نما به شما امکان میده محتوای سه‌بعدی بازی رو ببینید و مهمه که با نحوه حرکت کردن درون این پنل آشنا بشید. با فشار دادن دکمه های موس و حرکت دادن اون میتونید این نما رو مرور کنید. الان من دکمه سمت چپ موس رو فشار میدم و موس رو به اطراف حرکت میدم و نتیجه این کار رو میتونید روی صحنه بازی ببینید. با این کار نمای دوربین رو به جلو و عقب یا چپ و راست حرکت میدم. به روش دیگه میتونید یکی از دکمه های موس رو پایین نگه داشته و کلیدهای A، S، W و D رو فشار بدید تا این نوع حرکت دوربین رو هم تجربه کنید. پایین نگه داشتن دکمه سمت راست موس و حرکت دادن موس هم باعث میشه شاهد این نوع حرکت دوربین باشیم. ساده‌ترین نوع اشیایی که در Unreal Engine میتونه به درون دنیای بازی درک بشه یک اکتر خونده میشه. یک اکتر یک شیء پایه است که به غیر از توانایی چرخونده شدن، حرکت کردن و تغییر مقیاس یافتن هیچ رفتار ذاتی یا ارث‌بری شده دیگه‌ای نداره، اما میتونه با متصل کردن کامپوننت‌ها برای شامل شدن رفتار پیچیده‌تر توسعه پیدا کنه. هدف ما ایجاد یک اکتر هدف ساده است که هنگام برخورد کردن گلوله تغییر رنگ بده. برای اضافه کردن یک اکتر از پنل مودز استفاده می کنیم. در حالی که سربرگ پلیس انتخاب شده از گروه بیسیک این شیء استوانه‌ای رو به روی صحنه درک می کنم. در اینجا پیغامی نمایش داده میشه مبنی بر اینکه نوردهی محیط باید مجددا انجام بشه. این کار باید پس از اضافه کردن اشیاء استاتیک یا ایستا و بدون حرکت انجام بشه. به این دلیل که در اینجا من قصد دارم در ادامه این شیء استوانه‌ای رو متحرک کنم نیازی به این کار نیست، اما در صورت لزوم از طریق گزینه بیلد و این گزینه میتونید این کار رو انجام بدید. خب با اضافه کردن این شیء استوانه‌ای در پنل ورد آوتلاینر یک شیء جدید با نام سیلیندر اضافه میشه. برای تغییر دادن نام این شیء روی اون راست کلیک میکنم، به ترتیب گزینه های ادیت و رینیم رو انتخاب میکنم. نام شیء رو تغییر میدم به تارگت یعنی هدف. برای اینکه این شیء بهتر دیده بشه ارتفاع اون رو زیاد میکنم و این کار در پنل دیتیلز و در کادر تنظیمات ترانسفورم برای گزینه اسکیل مقدار کادر سوم یعنی Z value رو به عدد 4 افزایش میدم. همونطور که گفتم هدف اولی از این بازی اینه که هنگام برخورد کردن گلوله به استوانه رنگ استوانه تغییر کنه و این کار نیاز به تغییر متریال اکتر داریم. یک متریال موجودیتیه که میتونه به مش یک اکتر اضافه بشه تا ظاهر اون رو ایجاد کنه. مش شکل فیزیکی اکتر رو تعریف میکنه. شما میتونید یک متریال رو به صورت رنگ اعمال شده روی مش یک اکتر تصور کنید. به این دلیل که متریال یک اکتر مشخص کننده رنگ اونه، یک روش تغییر دادن رنگ یک اکتر جایگزین کردن متریال اون با یک متریال با رنگی متفاوته و این کار ابتدا یک متریال سفارشی ایجاد میکنیم. این متریال باعث میشه یک اکتر با رنگ قرمز نمایش داده بشه. حالا بیایید قبل از ساختن یک متریال ابتدا پوشه‌ای برای قرار دادن متریال ها در اون ایجاد کنیم و این کار در حالی که در پنل کانتنت براوزر پوشه First Person BP انتخاب شده روی دکمه Add New کلیک میکنم. از منوی ظاهر شده گزینه New Folder رو انتخاب میکنم. نام پوشه رو تنظیم میکنم با کلمه Materials. حالا روی آیکون پوشه دوبار کلیک میکنم تا پوشه باز بشه. مجددا روی دکمه Add New کلیک میکنم و این دفعه گزینه Material رو انتخاب میکنم. نام متریال رو با عبارت Target Red تنظیم میکنم. روی تارگت رد دوبار کلیک میکنم تا یک پنجره جدید برای ویرایش کردن اون ظاهر بشه. به این نمای باز شده متریال ادیتور یا ویرایشگر متریال گفته میشه. در مرکز این صفحه گرید یا خطوط شبکه قرار داره و جایی که در اون اشیایی رو قرار میدیم که منطق بلوپرینت ما رو تعریف میکنن. شیء اولیه‌ای که در مرکز صفحه می‌بینید و دارای برچسبی همنام با متریاله یعنی تارگت رد یک نود یا گره خونده میشه. این گره دارای مجموعه‌ای از پایه‌های ورودیه که سایر گره‌های متریال میتونن به منظور تعریف کردن خصوصیات با اونها متصل بشن. و اضافه کردن یک رنگ به متریال باید یک گره ایجاد کنیم که اطلاعاتی درباره رنگ به ورودی بیس کالر این گره بده، یعنی این پایه ورودی. با راست کلیک کردن و جابجا کردن موس میتونیم درون صفحه جابجا بشیم. واسه زوم کردن هم میتونید از دکمه اسکرول موس استفاده کنید. واسه زوم کردن بیشتر از این اندازه هنگام استفاده از دکمه اسکرول موس کلید کنترل از صفحه رو پایین نگه دارید. و اضافه کردن یک گره جدید در فضای خالی در سمت چپ این گره راست کلیک میکنم. یک منو ظاهر میشه که دارای یک کادر جستجو در بالا و یک لیست طولانی از گزینه ها در پایینه. این منو تمام گزینه های قابل دسترس گره بلوپرینت که میتونیم به این متریال اضافه کنیم رو نمایش میده. گره‌ای که ما به دنبال اون هستیم وکتور پارامتر است. بنابراین حروف ابتدایی نام اون رو در کادر جستجو تایپ میکنم. کادر جستجو حساس به موضوعه، بنابراین اگه شروع به تایپ کردن چند حرف اول یک نام معتبر گره کنید میبینید که لیست زیر کادر جستجو شامل گره هایی میشه که این حروف رو در نام خودشون دارن. روی نام گره وکتور پارامتر کلیک میکنم تا به شبکه گره ها اضافه بشه. یک پارامتر وکتور یا بردار در متریال ادیتور به ما امکان میده یک رنگ رو تعریف کنیم تا در ادامه بتونیم اون رو به پایه بیس کالر گره تعریف متریال متصل کنیم. روی مربع مشکی رنگ وسط گره دوبار کلیک میکنم تا کادر کالر پیکر ظاهر بشه. ما میخوایم وقتی که به هدف شلیک شد رنگ اون قرمز بشه، بنابراین یا نقطه مرکزی چرخه رنگ رو به بخش قرمز درک میکنم یا در کادرهای RGB به طور دستی مقدار وارد میکنم. اگه در کادر متنی فیلد R یعنی رد مقدار 1 رو وارد کنم رنگ قرمز انتخاب میشه. پس از انتخاب کردن رنگ روی دکمه اوکی کلیک میکنم. پس از کلیک کردن روی دکمه اوکی و بسته شدن کادر مربع مشکی رنگ درون گره به رنگ قرمز انتخاب شده تغییر میکنه. و اینکه بعداً بتونیم به خاطر بیاریم که هدف از پارامتر یا خصوصیت متریال چی بوده، باید نام اون رو تغییر بدیم. و این کار ابتدا مطمئن میشم که گره انتخاب شده باشه. ظاهر شدن یک کادر رنگی اطراف گره به معنای انتخاب شدن اونه. سپس در پنل دیتیلز کلمه کالر رو به عنوان نام گره در کادر متنی مقابل گزینه پارامتر نیم تایپ میکنم. با این کار نام گره تغییر میکنه. آخرین مرحله متصل کردن گره پارامتر رنگ به گره متریال پایه است. ما میتونیم با کلیک کردن روی پایه خروجی یک گره و درک کردن اون به پایه ورودی یک گره دیگه، دو گره رو به هم متصل کنیم. پایه های ورودی در لبه سمت چپ یک گره قرار دارن، در حالی که پایه های خروجی همیشه در سمت راست قرار دارن. به خط نازکی که دو گره رو به این روش به هم متصل میکنه وایر یا سیم گفته میشه. برای این متریال ما باید یک سیم رو از پایه خروجی بالای گره کالر به پایه ورودی بیس کالر گره تارگت رد درک کنیم. با این کار رنگ قرمز به کره پیش نمایش اعمال میشه. حالا میتونیم با استفاده از سایر پایه های ورودی گره تعریف متریال به اون خاصیت صیقلی داده و براقش کنیم. اشیاء سه‌بعدی با متریال های تخت و تگ رنگ اعمال شده به اونها واقعی به نظر نمیرسن، اما ما میتونیم با تنظیم کردن یک مقدار برای ورودی های متالیک و راتنس متریال انعکاس و عمق به اونها اضافه کنیم. متالیک به معنای فلزماننده و راتنس هم به معنای زبری و ناهمواریه و این کار در فضای خالی واقع در سمت چپ شبکه راست کلیک میکنم و در کادر جستجو اسکیلر رو تایپ میکنم. گره‌ای که به دنبال اونیم اسکیل پارامتر است. پس از ایجاد شدن این گره اسکیل پارامتر در پنل دیتیلز ابتدا نامش رو به متالیک تغییر میدم. این نوع پارامتر مقداری اعشاری دریافت میکنه. به این دلیل که میخوایم مقدار این جلوه جزئی باشه، مقدار گزینه دیفالت ولیو رو با عدد کوچکی برای مثال 1/10 تنظیم میکنم. در نهایت پایه خروجی گره متالیک رو به پایه متالیک گره تعریف متریال درک میکنم تا به اون متصل بشه. در کره پیش نمایش هم میتونید نتیجه اعمال شدن این گره رو ببینید. حالا میخوام یک اتصال دیگه ایجاد کنم، این دفعه به پارامتر رفنس که همونطور که گفتم به معنای زبری و ناهمواریه. به جای اینکه یک گره اسکیل پارامتر جدید ایجاد کنم، از گره متالیک موجود یک کپی ایجاد میکنم و این کار روی این گره راست کلیک میکنم و گزینه دوپلیکیت رو انتخاب میکنم. با این کار یک کپی از گره ایجاد میشه بدون اتصال سیمی اون. نام این گره کپی شده رو در پنل دیتیلز تغییر میدم به راتنس. مقدار 1/10 که واسه گره متالیک تنظیم کرده بودیم واسه این گره هم حفظ شده، اون رو تغییر نمیدم. حالا پایه خروجی گره راتنس رو به پایه راتنس گره تعریف متریال درک میکنم. در پایان یک متریال قرمز براق داریم. این متریال به ما اطمینان میده که اهداف ما وقتی مورد اصابت گلوله قرار بگیرن برجسته خواهند شد. تغییرات رو ذخیره میکنم و پنجره ویرایشگر متریال رو میبندم. تا اینجا یک استوانه در دنیای بازی خودمون داریم و قصد داریم وقتی گلوله به اون برخورد کرد متریالی که ساختیم رو اعمال کنیم. حالا باید منطق بازی رو اضافه کنیم تا برخورد کردن گلوله به استوانه رو بررسی کنه و در صورت برخورد کردن متریال استوانه رو به متریال قرمز ساخته شده توسط ما تغییر بده و ایجاد این رفتار و اضافه کردن اون به استوانه باید یک بلوپرینت ایجاد کنیم و این کار مطمئن میشم که در پنل ورد اوتلاینر شیء تارگت انتخاب شده باشه. سپس روی دکمه آبی رنگ بلوپرینت اد اسکریپت که در بالای پنل دیتیلز قرار داره کلیک میکنم. با این کار کادر سلکت پس ظاهر میشه برای مشخص کردن مسیر ذخیره‌سازی بلوپرینت جدید و و این پروژه ما تمام بلوپرینت ها رو در پوشه بلوپرینتس که درون پوشه First Person PP قرار داره ذخیره میکنیم، یعنی این پوشه. بنابراین اون رو انتخاب میکنم. به این دلیل که قصد داریم بلوپرینت رو برای تارگت ایجاد کنیم، نام پیش‌فرض یعنی تارگت آندرلاین بلوپرینت که مناسب به نظر میرسه رو تغییر نمیدم و روی دکمه کرییت بلوپرینت کلیک میکنم. با این کار یک پنجره جدید برای ویرایش بلوپرینت ایجاد شده باز میشه. در اینجا میتونیم بعضی از خصوصیات پیش‌فرض اکتر خودمون رو تغییر بدیم یا چند کامپوننت اضافه کنیم که هر کدوم از اونها حاوی منطقی برای پیچیده تر کردن اکتر باشن. در درس بعد با کامپوننت ها بیشتر آشنا میشید. فعلا ما میخوایم یک بلوپرینت ساده ایجاد کنیم که به طور مستقیم به اکتر متصل بشه. برای این کار روی سربرگ ایونت گراف کلیک میکنم. پنل ایونت گراف تا حدی شبیه به متریال ادیتوره که قبلا از اون استفاده کردیم. به طور پیش‌فرض 3 گره ایونت یعنی رویداد وجود داره که در حال حاضر از اونها استفاده نشده. یک رویداد به بعضی از اعمال بازی اشاره میکنه که به عنوان یک محرک یا تحریک کننده برای یک بلوپرینت به منظور انجام دادن کاری عمل میکنه. یک مثال از رویدادها در دنیای بازی فشار داده شدن ماشه اسلحه است برای اینکه گلوله‌ای شلیک بشه. سه گره رویدادی که به طور پیش‌فرض در گراف وجود دارند، سه محرک رویداد پر استفاده‌اند. وقتی که بازیکن در ابتدا شروع به اجرای بازی میکنه، این رویداد یعنی رویداد بیگین پلی اعمالی رو تحریک میکنه. وقتی که یک اکتر دیگه شروع به برخورد کردن کنه با فضای حاوی اکتر موجود که توسط این بلوپرینت کنترل میشه، رویداد اکتر بیگین اورلپ اعمالی رو تحریک میکنه. و هر دفعه که یک فریم جدید از محتوای گرافیکی هنگام بازی روی صفحه نمایش داده میشه، رویداد تیک اعمال متصل شده رو تحریک میکنه. تعداد فریم هایی که در یک ثانیه روی صفحه نمایش داده میشن با توجه به قدرت کامپیوتر اجرا کننده بازی متفاوته و در نتیجه روی تعداد اجرای اعمال تحریک شده توسط رویداد تیک اثر میذاره. ما میخوایم هر دفعه که یک گلوله به استوانه هدف برخورد میکنه، یک عمل تغییر متریال رو تحریک کنیم تا اجرا بشه، در حالی که میتونیم این کار رو با استفاده از گره رویداد اکتر بیگین اورلپ انجام بدیم. از یک گره دیگه به نام هیت برای این منظور استفاده میکنیم. بنابراین به این رویدادهای پیش‌فرض نیاز نداریم. یک کادر اطراف تمام اونها درک میکنم تا انتخاب بشن. با فشار دادن کلید دیلیت از صفحه کلید اونها رو حذف میکنم. حالا برای ایجاد رویداد تشخیص برخورد در فضای خالی راست کلیک میکنم و در کادر جستجو کلمه هیت رو تایپ میکنم. گره ایونت هیت گره‌ای که ما به دنبال اون هستیم. بنابراین وقتی که در نتایج جستجو ظاهر شد، روی اون کلیک میکنم تا به گراف اضافه بشه. نکته‌ای که لازمه بیان کنم اینه که با چرخوندن دکمه وسط موس یعنی دکمه اسکرول میتونید صفحه رو زوم این یا بزرگ نمایی و زوم اوت یا کوچک نمایی کنید. با راست کلیک کردن اشاره‌گر موس به آیکون یک دست تغییر شکل پیدا میکنه و با این کار میتونید درون صفحه جابجا بشید. هر دفعه که یک اکتر دیگه با اکتر کنترل شده توسط این بلوپرینت برخورد کنه، رویداد هیت اعمالی رو اجرا میکنه. این گره دارای چند پایه خروجی رنگیه. این پایه مثلثی سفید رنگ که در گوشه بالا سمت راست گره قرار داره پایه اجرایی نام داره و عمل بعدی که در یک دنبال اجرا میشه رو مشخص میکنه. حالا که تحریک کننده رویداد رو داریم، نیاز به یافتن عملی داریم که به ما امکان بده متریال یک اکتر رو تغییر بدیم. و این کار ابتدا یک سیم از این پایه خروجی به فضای خالی در سمت راست گره درک میکنم. با این کار یک پنجره جستجو ظاهر میشه که به ما امکان میده یک گره رو ایجاد کنیم و اون رو به پایه‌ای که از اون عمل درک کردن رو انجام دادیم متصل کنیم. در پنجره جستجو مطمئن بشید که کادر علامت گزینه کانتکست سنسیتیو انتخاب شده باشه. انتخاب شدن این گزینه نتایج جستجو رو فقط به گره‌هایی که واقعا میتونن به پایه درک شده متصل بشن محدود میکنه. ذکر این نکته لازمه که اگه در حالی که این گزینه انتخاب شده باشه نتونستید گره مورد نظر خودتون رو پیدا کنید، این گزینه رو از حالت انتخاب خارج کنید. حتی اگه در حالت کانتکست سنسیتیو پیدا نشد، هنوز یک احتمال وجود داره که گره در ترکیب با گره‌ای که قصد دارید متصل کنید مورد استفاده قرار بگیره. خب عبارت ست متریال رو در کادر جستجو تایپ میکنم. گره‌ای که به دنبال اون هستیم این گره است. پس از اضافه شدن گره ست متریال دقت کنید که از طریق پایه اجرایی ورودی خودش به پایه اجرایی خروجی گره هیت متصل شده. حالا این بلوپرینت هر دفعه که اکتر متصل شده به اون، یعنی استوانه، به یک اکتر دیگه برخورد کنه، عمل ست متریال رو اجرا میکنه. هرچند ما هنوز متریالی که هنگام فراخوانی شدن عمل ست متریال باید فراخوانی بشه رو تنظیم نکردیم. بدون تنظیم کردن متریال گره اجرا میشه، اما روی استوانه هدف هیچ اثر قابل مشاهده‌ای نداره. برای تنظیم کردن متریالی که فراخوانی باید بشه، روی فیلد پایین افتادنی گزینه متریال کلیک میکنم. در منویی که ظاهر میشه کلمه رد رو در کادر جستجو تایپ میکنم تا متریال تارگت رد که قبلا ایجاد کردیم پیدا بشه. اون رو انتخاب میکنم. انتخاب کردن متریال تارگت رد اون رو به فیلد متریال درون گره ست متریال متصل میکنه. تا اینجا ما تمام اعمالی که در این بلوپرینت برای تبدیل کردن رنگ استوانه هدف به قرمز لازمه رو انجام دادیم. اما قبل از اینکه بلوپرینت بتونه ذخیره بشه باید کامپایل بشه. کامپایل شدن فرایند استفاده شده برای تبدیل کردن زبان بلوپرینت مورد استفاده توسط توسعه دهنده به دستورات ماشینه که به کامپیوتر میگه چه عملی رو انجام بده. همیشه باید اسکریپت های بلوپرینت خودمون رو پس از سرهم کردن اونها کامپایل کنیم و این کار روی دکمه کامپایل واقع در گوشه بالا سمت چپ محیط ویرایشگر کلیک میکنم. حالا روی دکمه سیو کلیک میکنم تا بلوپرینت ذخیره بشه. حالا بیایید بازی رو تست کنیم تا مطمئن بشیم که همه چیز مطابق با انتظار ما پیش میره. برای این کار روی دکمه پلی کلیک میکنم. شریک میکنم به استوانه. همانند انتظار با برخورد کردن گلوله به استوانه رنگ اون به قرمز تغییر میکنه. حالا مجددا بازی رو اجرا میکنم. همونطور که در اجرای قبل دیدید کاری کردیم که رنگ استوانه هدف به محض برخورد کردن گلوله به اون به قرمز تغییر کنه. کاری که انجام دادیم شروع یک چارچوب گیم پلیه که برای وادار کردن دشمنان به پاسخ‌دهی به اعمال بازیکن میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اگه همزمان با من پیش رفته باشید و بازی رو ساخته باشید، ممکنه هنگام اجرای بازی متوجه شده باشید که رنگ استوانه هدف حتی وقتی که شخصیت بازیکن به طور مستقیم به سمتش حرکت میکنه هم تغییر میکنه. این کار رو انجام میدم. به یاد بیایید که ما میخواستیم رنگ استوانه فقط وقتی که با گلوله بازیکن برخورد کنه و نه با برخورد کردن هیچ شیء دیگه‌ای به اون تغییر کنه. هر دفعه از اسکریپت استفاده بشه نتایج پیش بینی نشده‌ای مثل این مشکل رایجه و بهترین روش برای اجتناب از اون اینه که هنگام ساخت بازی اون رو اجرا کنید. برای اصلاح این بلوپرینت طوری که رنگ استوانه فقط در پاسخ به برخورد با گلوله بازیکن تغییر کنه، بلوپرینت استوانه رو باز میکنم. به گره هیت دقت کنید. سایر پایه های خروجی گره هیت متغیرهایی هستند که داده هایی رو درباره رویدادی که میتونه به سایر گره ها پاس داده بشه نگهداری میکنن. رنگ پایه ها نشون دهنده نوع داده متغیری که پاس داده میشه. پایه های آبی اشیا مثل اکترها رو پاس میدن، در حالی که پایه های قرمز حاوی یک متغیر منطقی هستند که میتونه فقط مقادیر ترو یا فالس داشته باشه. فعلا ما فقط لازمه به پایه خروجی آبی رنگی که دارای برچسب آدره توجه کنیم. این پایه مشخص میکنه کدوم اکتر دیگه برخورد رو انجام داده تا این رویداد تحریک بشه. این کار برای اینکه مطمئن بشیم رنگ استوانه هدف فقط هنگام برخورد کردن یک گلوله با اون تغییر کنه و نه هنگام برخورد کردن هیچ اکتر دیگه مهمه. و اطمینان از این که این رویداد فقط در پاسخ به ضربه یک گلوله بازیکن تحریک بشه یک سیم از این پایه خروجی یعنی پایه آدر به فضای خالی درک میکنم. در کادر جستجوی ظاهر شده کلمه پروژکتایل رو تایپ میکنم به معنای گلوله. گرهی که به دنبال اون هستیم این گره است، یعنی کست و فرست پرسن پروژکتایل. فرست پرسن پروژکتایل یک بلوپرینت تعبیه شده در الگوی فرست پرسن آنریل انجینه که رفتار گلوله هایی که از اسلحه ما شلیک میشن رو کنترل میکنه. این گره از عمل کست به معنای در قالب قرار دادن استفاده میکنه برای اطمینان از اینکه عمل متصل شده به پای خروجی این گره فقط هنگامی رخ بده که اکتر برخورد کننده با استوانه هدف با شیء ارجاع داده شده توسط گره کست منطبق بشه. پس از اضافه کردن گره کست باید یک سیم آبی بین پایه خروجی عادل گره هیچ و پایه آبجکت گره کست وصل بشه. اگه اینطور نیست میتونید اون رو به طور دستی با درک کردن از یک پایه به پایه دیگه ایجاد کنید. حالا باید اتصال بین پایه های اجرایی گره های هیت و ست متریال رو حذف کنیم تا گره کست بتونه بین اونها اتصال برقرار کنه. برای حذف کردن یک سیم بین دو پایه یک روش اینه که کلید آلت از صفحه رو پایین نگه داریم و روی سیم کلیک کنیم. به عنوان روش دیگه میتونیم روی یکی از پایه ها راست کلیک کرده و گزینه‌ای که مشخص کننده قطع ارتباط با طرف دیگه سیمه رو انتخاب کنیم. بنابراین در اینجا من روی پایه اجرایی گره ست متریال راست کلیک میکنم، گزینه بریک لینک تو ایونت هیت رو انتخاب میکنم. حالا یک سیم بین پایه اجرایی گره هیت و پایه اجرایی ورودی گره کست وصل میکنم. سیم دیگه هم بین پایه اجرایی خروجی گره کست و پایه اجرایی ورودی گره ست متریال وصل میکنم. حالا ابتدا بلوپرینت رو کامپایل میکنم و سپس اون رو ذخیره میکنم. پنجره ویرایش بلوپرینت رو میبندم و برای تست کردن بازی روی دکمه پلی کلیک میکنم. این دفعه وقتی که به سمت استوانه هدف حرکت کرده و با اون برخورد کنیم باید رنگ پیش‌فرض خودش رو حفظ کنه و فقط وقتی با اسلحه به سمتش شلیک کنیم باید رنگش قرمز بشه. حالا میتونیم چند نوع چالش اضافه کنیم تا بازی ما هرچه بیشتر به یک بازی واقعی تبدیل بشه. یک راه ساده برای این کار متحرک کردن هدفه. برای این کار باید ابتدا اعلام کنیم که اکتر هدف ما یک شیء که قصد داره حرکت کنه و سپس لازم منطقی درون بلوپرینت تنظیم کنیم که چگونگی حرکت کردن اون رو مدیریت کنه. هدف ما اینه که کاری کنیم استوانه هدف درون صحنه بازی به جلو و عقب حرکت کنه. برای اینکه به هدف خودمون امکان حرکت کردن بدیم ابتدا در پنل ورد آوتلاینر تارگت آنلاین بلوپرینت رو انتخاب میکنم. حالا در پنل دیتیلز و در کادر تنظیمات ترانسفورم به گزینه موبیلیتی دقت کنید. این گزینه به طور پیش‌فرض با مقدار استاتیک یعنی ایستا تنظیم شده. به طور پیش‌فرض اکترهای پایه‌ای که در محیط بازی قرار میگیرن با مقدار استاتیک تنظیم شدن. استاتیک به این معناست که هنگام اجرای بازی شیء نمیتونه حرکت کنه. اشیاء استاتیک به طور واضح به منابع کمتری برای رندر شدن نیاز دارند و این گزینه باید انتخاب پیش‌فرض ما برای اشیاء غیر تعاملی باشه تا بتونیم نرخ فریم رو به حداکثر مقدار برسونیم. در صورتی که روی گزینه مووبل کلیک کنیم این شیء این قابلیت رو پیدا میکنه که متحرک بشه. توجه داشته باشید که استوانه هدف موجود در صحنه که اون رو تغییر میدیم فقط یک نمونه از الگوی بلوپرینت استوانه های هدفه که اون رو ایجاد کردیم. یک نمونه به یک شیء واقعی اشاره میکنه که ایجاد شده، در حالی که بلوپرینت های ما توصیفاتی از نوع ویژگی هایی هستند که این نمونه ها پس از ایجاد شدن دارای اونها خواهند بود. هر تغییراتی که روی یک استوانه هدف موجود در صحنه بازی انجام بدیم فقط برای اون استوانه هدف خاص اعمال میشه. بنابراین برای اینکه این تغییر ویژگی هم روی این شیء استوانه‌ای و هم روی سایر استوانه هایی که از این بلوپرینت ایجاد میکنیم اثر بذاره، باید بلوپرینت رو به طور مستقیم اصلاح کنیم. برای این کار از پوشه بلوپرینت تارگت آندرلاین بلوپرینت رو باز میکنم. در سمت چپ محیط ویرایش بلوپرینت و در زیر نوار منو پنل کامپوننت قرار داره که تمام کامپوننت هایی رو لیست میکنه که این بلوپرینت رو ساختن.